مرسی شقایق جان، خیلی ممنون و خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. فکر نمی کنم بیشتر از یک ساعت بشه و حتی کمتر، ولی من همونطور که شقایق گفتش دارا هستم و میخوایم که امروز در مورد فعالیت امن از دیدگاه سلامت روان و همدیگه صحبت بکنیم. فقط اگه اجازه بدین شقایق جان، من سکرینم رو شیر بکنم. دارا جان، شما به عنوان کوهست هستیم، قاعدتا باید بتونین اگر مشکلی هست بگید. بله الان دارم. خب عالی، ما شما میتونیم. دارین یعنی میبینین؟ بله. میبینین؟ آره خب باشه. خب امروز خواستیم که در واقع در مورد سه تا موضوع با هم دیگه صحبت کنیم و بهش بپردازیم. یکی آماده سازی ذهن قبل از شرکت در اعتراضات، و آماده سازی بازم ذهن و برای حفظ در واقع سلامت روان در زمان بازداشت و زندان، و در نهایت هم برای در مورد سلامت روان پس از آزادی و چه کارهایی میشه انجام داد برای اینکه در واقع در مسیر بهبود حرکت بکنیم. قبل از اینکه فقط مبحث رو شروع بکنیم، میخواستم بگم در این موضوع رو در واقع بهش اشاره بکنم که ما وقتی که در مورد زندان، بازداشت و شکنجه و غیره صحبت میکنیم، در واقع داریم در مورد تراما صحبت میکنیم. و خیلی مهمه که ما بدونیم که یک دانش نسبتاً خوبی نسبت به تراما و آسیب‌های روحی روانی داشته باشیم و اثراتمون رو بر ذهن و جسممون بیشتر بدونیم. در واقع این کار کمک میکنه به ما که بتونیم که در واقع خودمون رو برای مواجه شدن با اون آسیب‌های احتمالی و روحی و روانی آماده بکنیم و در واقع راهکارهای مناسبتری رو پیدا بکنیم که بتونه به خودمون و دیگران کمک بکنه. وقتی که در مورد تراما میگیم، فقط در مورد ترامای فردی نمیگیم، یعنی اون شخصی که بازداشت شده و یا اون تجربیات رو داره صحبت نمی کنیم. در واقع در مورد ترامای جمعی هم داریم صحبت میکنیم، چون تراما یک اتفاق فردی دیگه نیست. ما میدونیم که میتونه که روی یک جامعه تاثیر بذاره و یه قشر خیلی زیادی رو تحت تاثیر قرار بده، و نه تنها اونا بلکه نسل های آینده رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. برای همین خیلی مهمه که ما بتونیم که دانشمون رو نسبت به این موضوع بالا ببریم و در نتیجهش هم بتونیم راهکارهای مناسب تری رو براش پیدا بکنیم. برای همین قبل از اینکه ما به اون مسائل اون سه تا موضوعی که مطرح کردم بپردازیم، میخوام که کمی در مورد تراما براتون صحبت بکنم و براتون توضیح بدم که اصلا تراما چی هست و در واقع چه اتفاقی برامون میفته. در ضمن ذهن ما خیلی طوری طراحی شده که دلش میخواد که معنا داشته باشه کارهایی که انجام میده. یعنی در واقع ما براش مهمه که ما بدونیم چرا یک کاری رو داریم انجام میدیم. برای مثال مثلا میتونیم بیایم بگیم که فلان تکنیک رو استفاده کنیم برای کاهش استرستون و غیره، ولی از دیدگاه روانشناختی ما میدونیم که خیلی مهمه و تاثیر بیشتری داره وقتی که ما در واقع میدونیم که خب این تکنیک دقیقاً داره برای من چه کار میکنه، چه اتفاقاتی داره درون بدن من میفته، درون ذهنم میفته. و برای همین میخوام که یک کمی شما رو آشنا بکنم با این مباحث. تراما امروزه خیلی به صورت غیر حرفه‌ای کلمش استفاده میشه، یعنی هر کسی که خیلی ها که اتفاقات ناخوشایندی برایشون پیش میاد میگن که ما تراما داشتیم، ولی در صورتی که تراما یک اتفاق ناخوشایند نیست، یه اتفاق بسیار هولناک و وحشتناک، جاییه که فرد توانایی خودش رو برای روبرو شدن با اتفاق از دست میده، اصلا نمیدونه باید در واقع چی کار بکنه. و در ضمن تراما یک اتفاق غیر منتظر است که خطر جانی به همراه داره و یا از همگسستگی درونی و ذهنی، به این معنی که مجددا که ذهن ما نمیتونه معنا بده به این اتفاق، اصلا داره برای من چه اتفاقی میفته، و میره به حالت یک شوک، یعنی از اون وحشتی که بهش دست میده میره به یک حالت شوک که یه سری توانایی خودش رو در نتیجه از دست میده. یکیش مثلا توانایی کلامی، و از همه مهمتر توانایی پردازش و درک اون اتفاق رو از دست میده، به این معنی که نمیتونه ذهنش بیاد بگه که این اتفاقی که الان داره میفته چی هست، یعنی من بتونم بهش معنا بدم، بگم الان داره برای من این اتفاق ها میفته.
و برای همین یک پراکندگی ذهنی و افکار از هم گذشته به وجود میاد. تراما در واقع یک وضعیت بی حرکتیه از دیدگاه روانشناسی، به این معنی که فرد توانایی خودش رو از حرکت از دست میده، نمیتونه کاری در موردش انجام بده. الزاماً منظوری نیستش که نمیتونه راه بره، نمیتونه دستش رو تکون بده، اونم هست. در بعضی از شرایط ما میدونیم که مثلا شکنجه که داریم صحبتش رو میکنیم، اون فرد حتی توانایی حرکت هم میتونه نداشته باشه، ولی الزاماً من به اون معنا نیست. منظور اینه که من نمیتونم آزادانه حرکت کنم، اون کاری که دلم میخواد انجام بدم، و یا ذهنم نمیتونه که در مورد اون موضوع کاری انجام بده. در ضمن وقتی که تراما ما تجربه میکنیم، زمان هم متوقف میشه. یکی از اصلی ترین و مهمترین مسائلی هستش که در تراما برای ما اتفاق میفته. کسانی که تجربه تراما دارن میتونن که تو اون زمانی که اون تراما اتفاق افتاده بمونن و سالیان سال همین ادامه پیدا کنن، یعنی تمام فضای ذهنشون میشه در مورد ترامایی که تجربه کردن. حالا برای اینکه ما بهتر که بهتری داشته باشیم از تراما، اهمیت داره که ما بتونیم در واقع یه نگاهی هم به مغزمون و دستگاه عصبیمون بندازیم. و امروز هم با پیشرفت علم ما خیلی در واقع درک بهتری نسبت به تراما پیدا کردیم و در واقع تازه فهمیدیم چیه. این تا در گذشته خب اطلاعاتی داشتیم و تئوری‌های خیلی زیادی بود، ولی الان بدن ما برامون قشنگ داره توضیح میده که داره برای من چه اتفاقی میفته. مثلا براتون در واقع با یک مثال شروع بکنم. تجسم کنیم که یک کسی بازداشت شده، گرفتنش، دست و پاشو بستن، چشماشو بستن و داره کتک میکنه. اتفاقی که در مغز ما و سیستم عصبی ما میفته به این صورت که وقتی که اون پیغام اون اتفاق، این که من دست و پام بسته شده، بی حرکت شدم و دارم مورد در واقع شکنجه قرار گرفتم، اون پیغام وارد مغز ما میشه و در واقع مستقیم وارد بخشی از مغز ما میشه که مدیریت احساسات تحت کنترلش داره، و در اون قسمت مغز بخشی به اسم آمیگدالا و که مرکز ترس بدن ما هست، در واقع یه بخش کوچیکی که آژیر خطر بدنه، و بعد وقتی که اون فعال میشه شروع میکنه توی بدن ما هورمون استرس تولید کردن مثل کورتیزول و آدرنالین، و در واقع بدن ما رو میخواد ببره به یک حالتی که در که اصطلاحاً بهش میگن فایت اور فلایت و یا مبارزه و گریز. کاری که میکنه به این صورته که ما یا خواهد که ما در واقع یا فرار بکنیم از دست اون اتفاقی که داره برامون میفته، و یا اینی که بتونیم باش مبارزه بکنیم و خودمون رو نجات بدیم. در واقع بدن ما میره توی حالت حفظ بقا. این کاریه که بدن ما انجام میده و در واقع خیلی هم خود مختاره، یعنی اوتوماتیک این اتفاق میفته. این نیستش که من تصمیم میگیرم که دارم میرم توی این حالت. برای همین خیلی از مسائلی که الان براتون توضیح خواهم داد چیزی نیستش که دست منه و من بگم که مثلا چرا این اتفاق برام افتاد و چرا نیفتاد، اصلا تحت کنترل ما نیستش. و یه حالت انجماد هم هستش، اینه که ما در اون حالت میتونه خشکمون بزنه. در واقع شاید تجربه کسانی تجربه اینا داشته باشن که مثلا دوز اومده خونهشون و میرن زیر پتو خودشون رو میذارن به خواب، و یا یه خرسی داره حرکت میکنه کنارشون، همطوری میخکوب باید مثلا به امید اینه که اون فرد و یا اون چیزی که داره آسیب میزنه بره و کاری به من نداشته باشه. و وقتی که بدن ما میره تو حالت مبارزه و یا گریز و یا انجماد، یک سری بخشهایی از بدن ما شروع میکنه به خاموش شدن. یکی از مثالهایش برای مثال دستگاه گوارش هم. دلیلی هم که خاموش میشه اینه که یا احتیاجی بهش نیست در اون زمان و بدن میخوادش که در واقع انرژی کافی رو حفظ بکنه برای فرار، برای مبارزه و یا گریز، و یا اینه که بتونه که در واقع اون بخش مزاحمه و برای همه اون بخش رو خاموش میکنه. وقتی که میگم دستگاه گوارش، اشاره دلیل داره که اینو میگم، چون که خیلی از کسانی که تجربه تراما داشتن و در واقع آسیب‌های زیادی دیدن تو زندگیشون، استراب بالایی داشتن، معمولاً یه اتفاقی داره با دستگاه گوارششون میفته، یه چیزیش هست. در زخم معده داشته باشن، IBS داشته باشن، نمیدونم، مشکلاتی داشته باشن که حتی شناختن نشه از طریق پزشک.
بخش دیگه ای که مغز، یعنی در واقع اون بخش احساسی مغز ما خاموش میکنه که اهمیت زیادی داره برای مبحثی که ما میخوایم صحبتش بکنیم، جلوی مغز ماست، در واقع پری فرانتال کورتکس که بخش تفکره، جایی که ما میتونیم در واقع جایی که فکر میکنیم، میتونیم که تحلیل کنیم، میتونیم منطقی باشیم، میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم درکی از خودمون داشته باشیم، دیگری رو بفهمیم، و این بخش در اون لحظه کاملا خاموش میشه. به این معنی که مغز ما توانایی فهم و درک این اتفاق دیگه نخواهد داشت. اصلا نمیدونه داره چه اتفاقی براش میفته. فقط داره تجربیات احساسی و بدنی داره. در واقع فقط سیستم عصبی بدن داره ریاکشنشون میده نسبت به اون موضوعی که داره اتفاق میفته. این اتفاق موقعی هم پیش میاد که مثلا ما خیلی استراب بالایی داریم یا خیلی خشمگینیم و در واقع در اون پیک احساسات هستیم، یه دفعه متوجه میشیم که حرفایی میزنیم، کارهایی میکنیم که شاید بعدا فکر کنیم که آخه من چرا این کارو کردم، چرا این حرف بزنم. دلیلش اینه که در واقع جلوی مغز ما خاموشه و باید یک زمانی بگذره تا اینکه این فعالیتش دوباره شروع کنه به کار کردن و برگرده به حالت نرمالی که بوده. این اتفاق باعث میشه که اون پیغام هایی که اون اطلاعات و دادهایی که داره از دنیای بیرون وارد مغز ما میشه، مثلا من دارم شکنجه میشم و یا دست و پامو بستم، این در واقع مغز توانایی پردازش و پروسسش رو نخواهد داشت و یعنی نمیدونه در واقع با چیکار کنه، چون که جلوی مغز ما فعالیتش از دست داده. برای همین اون ارتباطات عصبی به درستی شکل نمیگیره، جایی که درست بعد این اطلاعات قرار بگیره قرار نمیگیره و در واقع همون جا تو اون فضای مغز ما در واقع سرگردان خواهد بود. برای همینه که کسانی که تروما دارن و یا در نهایت PTSD دارن فلشبک زیاد تجربه میکنن، کابوس زیاد میبینن و یه اتفاقهایی که در گذشته دور براشون افتاده کماکان خیلی تازه است و میتونه به همون اندازه به همشون بریزه و مجدداً تکرار میکنن. به این دلیله که ما این اطلاعات در واقع پردازش نشده. حالا تجسم کنین که برای یک فردی این اتفاقهای تروماتیک و این آزار و اذیت‌ها، این شکنجه ها داره به صورت مداوم اتفاق میفته، یعنی یک بار نیست. در مغز ما اون بخش آمیگدالا، اون بخشی که در واقع تشخیص خطر میده، شروع میکنه متورم شدن. این متورم شدن حتی با یک دفعه تجربه تروما اتفاق میفته، ولی حالا کسانی که بیشتر اینو تجربه میکنن و یا استراب زیادی در زندگیشون تجربه میکنن، باعث متورم شدن و در واقع بیش فعالی این بخش مغز میشه. به این معنی که بدون اینکه بعضی از موقعات حتی نیازی باشه، این بخش مغز ما هنوز کماکان داره هورمون استرس در بدن ما پخش میکنه و در واقع بدن ما شروع میکنه دنیا رو جایی خطرناک دیدن و توانایی اینه که برای خودش بتونه امنیت رو به وجود بیاره از دست میده. حالا در موارد دیگه شاید اسمشو بذارن مثلا General Anxiety Disorder و حالا در تروما هم که قطعا آسیبایی که تروما داد. حالا نکته بعدی اینه که ما وقتی که بتونیم از دست یک عاملی که داره به ما آسیب میرسونه و خطر جانی برامون داره فرار کنیم و یا مبارزه کنیم باش، در واقع برای موفق بشیم در این کار، در واقع به این تروما گفته نمیشه. تروما به موقعی گفته میشه که من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونم. مثلا فردی در ماشین گیر کرد، تصادف کرده و گیر کرد، چیکار می‌خواد بکنه؟ مثلا فرار کنه، مبارزه کنه؟ اونجا دنیا برای اون فرد، برای اون بخش بقای مغز، یعنی انگار مثل مرگ میمونه، انگار دنیا هم تموم شد. برای همین مهمه که این پروسسور رو بدونیم که بعد بتونیم که به درستی ازشون استفاده بکنیم. بخش دیگه ای که در ما تحت تاثیر، مغز ما تحت تاثیر قرار میگیره، بخش هیپوکامپسمونه که در واقع مرکز ثبت اوقاته. ما میتونیم که خاطرات رو اونجا ثبت کنیم از طریق این و در واقع میتونیم بفهمیم که یک اتفاقی که افتاده اگر
گذشته بوده و الان دیگه نیست. و همطوری که بهتون گفتم در تراما افراد معمولا زمان براشون متوقف میشه و دلیلش هم اینه که یه بخشی از مغز ما فعالیتش رو و اون توانایی عملکردش رو از دست میده و اختلالیتش به وجود میاد. برای همین برای فرد تراما دیده همیشه تراما هست تا وقتی که به هر حال بهش بپردازه و اینا در واقع در مغز ما پردازش بشه. بخش دیگه ای در مغز که تحت تاثیر قرار میگیره سینگول کورتکس قشر کمربندی مغزه که در واقع تنظیم میکنه درون ما رو. این کلمه سلف رگولیشن که ما یا خود تنظیمی که استفاده میکنه در واقع این بخش مغزه که داره این کار رو انجام میده و میتونه که استراب های ما رو، حالات روحی روانی ما رو، بتونه افکار ما رو بتونه در واقع کمی تنظیم بکنه. این حسی که مثلا شما اگر اون بخشی از ما که توانایی اینو داره که برگرده بگه این نیز بگذرد مخصوص این بخش مغز، یعنی وقتی که این بخش مغز فعالیتش مختل میشه ما دیگه توانایی اینو نخواهیم داشت که بتونیم بگیم به اون مشکلی که داریم روبرو شدیم باش بتونیم بگیم این نیز بگذرد. برامون توانایی تنظیمش رو و آروم کردن خودمون رو نخواهیم داشت. برای همین برامون به این صورتی که انگار این استرابی که من دارم تجربه میکنم همیشگی خواهد بود. و این بخش همون بخش مغزه که به ما اجازه میده که صبح که بیدار شدیم بریم یه لیوان قهوه برای خودمون بریزیم، یه نون پنیر سبزی درست بکنیم و بخوریم و حالمون رو خوب کنیم چون روزمون خوب شروع شده. همین اون توانایی در لذت بردن از یه چیزهای کوچیک در زندگی در واقع این بخش مغز میتونه اون رو ایجاد بکنه و مختل شدنش اون رو از بین ببره. بخش دیگه ای از مغز که در واقع در موقع تراما و آسیب‌های روحی روانی ما رو تحت تاثیر یعنی تحت تاثیر قرار میگیره اینسولا هستش. اینسولا بخش از مغزه که به حس در واقع کمک میکنه ما بتونیم تعادلمون رو در بدنمون حفظ کنیم، میتونیم بدنمون رو در فضا حس کنیم. یعنی اینکه مثلا از شما اگر بپرسم الان پاتون رو میتونین حس کنین که الان دارین و روی مثلا زمین قرار گرفته میتونین حسش بکنین و ولی در موقعی که این بخش مختل میشه خیلی ها توانایی اینو نخواهند داشت، ارتباطشون رو با بدنشون تا یه حدی از دست خواهند داد. و در واقع کار دیگه‌ای هم که میکنه اینه که باعث میشه ما بتونیم یه درک خوبی از حس‌های درونمون و تجربیات درونیمون داشته باشیم. اینی که مثلا من الان گشنمه، الان گرممه، الان سردمه، الان این حسو دارم، توی پام احساس گرفت مثلا این فشار میکنم، نمیدونم فلانجام گزگز میکنه، اینا کارهایی که اینسولا انجام میده و ما برای همین خیلی مهمه که ما بتونیم این در واقع این توانایی رو حفظ بکنیم و داشته باشیم. حالا من اینا رو گفتم، یه بخش خوبش هم میخوام براتون بگم که مغز ما توانایی ترمیم خودشو داره، یعنی میتونه که یاد و در واقع با کارهایی که میتونه انجام، تمریناتی که میتونه انجام بده، درمانهایی که میتونه انجام بده بیاد و در واقع خودش رو دوباره ریپروگرام بکنه و به سمت سلامت حرکت کنه. به این پدیده میگن نوروپلاستیسیتی و این نشون میده که اهمیت در واقع درمانهایی که برای تروما هستش زیاده و تا یه حد خوبی کار میکنه. حالا ما یه سری این اطلاعات داریم حدوداً. البته من اینو بهتون بگم که من خیلی مختصر دارم توضیح میدم، اتفاقات خیلی زیادی در بدن میفته و که باز هم اهمیت دارن شناختشون و دانششون، ولی به هر حال به خاطر محدودیت زمان و جلسه امروز من فقط گفتم که یک بخشش رو براتون توضیح بدم و ولی به هر حال اگر جالبه براتون حتما دیگه خودتون میتونیم برین کمی مطالعه کنین در موردش. حالا ما اطلاعات داریم و میخواییم بیاییم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم در مورد اینی که در موقع ترزا، در موقع زندان و در واقع در مورد و بعد از آزادیمون چجوری چیکار باید برای خودمون انجام بدیم. همطوری که بهتون گفتم تراما یک اتفاق غیر منتظر است، یعنی ما ذهنمون آمادگیشو نداره. برای همین برای اینه که ما بتونیم تا اونجایی که میتونیم، چون هدف ما اینه که بتونیم در واقع میزان آسیب رو بیاریم پایین و میزان تاباوریمون و توانایی در تاباوریمون رو ببریم بالا،
برای همین مهمه که بتونیم که قبل از اینکه میخوایم بریم و در تظاهرات در اعتراضات شرکت بکنیم احتمال همه چیز رو بدیم، یعنی بیایم با خودمون مرور بکنیم که این اتفاقات میتونه برای من بیفته، و نه اینکه بیام به خودم بگم که آره من میدونم مثلا الان میرم و مثلا حالا اینم شد اونم شد، اینطوری نه. چون وقتی یک فردی اینطوری بیانش میکنه معنیش اینه که هنوز مقاومتاش فعالن و داره یه جایی از ذهنش نمیخواد روبرو بشه به صورت کامل با این موضوع. برای همین از نگاه روانشناختی مهمه که ما در واقع بشینیم با خودمون، اصلا یه وقتی رو بذاریم خلوت کنیم و حتی بنویسیم روی کاغذ که دقیقا میتونه برای من چه اتفاقهایی بیفته. باید مغز ما، ذهن ما معنا داشته، معنا بده از قبل به این اتفاقهایی که میتونه بیفته، و دانش خودمون رو در مورد تجربیات دیگران افزایش بدیم، کسانی که تجربیات بازداشت داشتن، دوران زندان رو داشتن و راه های فعالیت هم مثل همین شرکت در این کارگاه امروز از حق و حقوق خودمون آگاه باشیم، چون اینها به ما این امکانو میدن که همه چیز خوب، یعنی در واقع قابل پیش بینی تر باشه چیز و ابزار کافی رو داشته باشیم و آمادگیش رو داشته باشیم. قبل از اینکه وارد در واقع در شرکت کنیم در اعتراضات، زمان خوبیه برای اینکه بتونیم به یک سری مواردی بپردازیم، چون که در اون لحظه هنوز اتفاقی نیفتاده، ما الان خونمون نشستیم هنوز هم امنیم و اتفاقی نیفتاده. برای همین این موقع است که در واقع ما میتونیم اون فرصت رو داریم که خودمون رو تقویت کنیم، چون وقتی که وارد فضای تروما میشیم بسیار اصلا یه داستان دیگه است، بسیار دشوار خواهد بود و اینطوری نیستش که مثلا من الان دارم مورد حالا شکنجه قرار میدم، تروما دارم تجربه میکنم، بعد بیام راحت باشه که بخوام به این چیزها بپردازم و یاد این میفتم که مثلا دارا گفتش که فلان کارو بکن یا مسائل دیگه. برای همین خوبه که ما همینطور که آماده میشیم برای در زمینهای دیگه برای اعتراضات آماده میشیم، از نظر ذهنی هم وقت بذاریم و در واقع به این مسائل بپردازیم. تمرینات ذهنی و بدنی برای آروم کردن ارادی استرس و استراب بسیار اهمیت داره، من بتونم خودم در واقع خودم رو آروم بکنم. این بخش در واقع همون تقویت قشر پیش پیشانی سینگولت کورتکسه که در واقع بهتون میگفتم بخش این سولاست، اینه که من بتونم خودم بتونم تنظیمات بگم چجوری بتونم درون خودم رو تنظیم کنم و اون بخش مغزم رو تقویت کنم. حالا این از طریق تکنیک های بسیار زیادی میتونه اتفاق بیفته. تصویرسازی برای ایجاد فضای امن درونی هستش، تمرینات ذهن آگاهی و بدن آگاهی هستش، تمرینات تنفسی هستش همونطور که رضا جان یه مثالش رو زدن و غیره. حالا این تمرین ها هم تمرین های زیادی هستش، باید ببینیم که هر کسی براش در واقع چی کار میکنه، ولی به هر حال از یه آشناییتی نسبت به کل ماجرا و اصلا فلسفه پشت این تکنیک ها و روش ها داشته باشیم برامون داستان راحت تر میکنه که بتونیم روش و راه مناسب برای خودمون پیدا بکنیم. در ضمن این تمرینات باعث میشه که فعالیت آمیگدالا، اون بخش ترس ما، شروع کنه کم شدن و در نتیجه کنترل بیشتری روی استرابمون داشته باشیم. مسئله دیگه ای که بسیار مورد اهمیته اینه که ما بتونیم در واقع یه کاغذی برداریم، یه مدادی برداریم و دلایلی که داریم میخوایم که در این اعتراضات شرکت کنیم و اهداف و باورام روش بنویسیم، چون که مهمه که ما در واقع مغزمون و بتونه همونطوری که توضیح دادم معنا بده به چیز، یعنی ما بتونیم که در واقع این معنا رو تقویتش کنیم تو مغزمون، انگار که داریم با نوشتنش همطور حکش میکنیم تو مغزمون. چون موقعی که تراما اتفاق میفته و ما تو حالت تراما قرار میگیریم، تو اون فضا قرار میگیریم، خیلی از این چیزها مغز ما اصلا نمیتونه تواناییش از دست میده که بخواد یادآوری بهش بشه. برای همین وقتی که ما خیلی این تمرین ها رو انجام میدیم، بیشتر امکان اینی که ما تو اون لحظه اینا بتونه به کمکمون برسه بیشتر خواهد بود. برای همین مهمه که ما اینا رو بنویسیم، همینطور برای خودمون تکرارش کنیم و انگار و تجسم کنیم که واقعا داره اینا تو مغز ما حک میشه. حالا میرسیم، حالا اتفاق بسیار ناگواری میفته، بازداشت میشیم و در و بالاخره دورانی رو باید در زندان بگذرونیم.
همینطوری که در مورد بی حرکتی تراما گفتم، یعنی در واقع تراما در مورد بی حرکتی هستش. در زندان وقتی که ما بازداشت میشیم، در واقع یه بخش خوبی از اختیارات ما ازمون گرفته میشه. برای مغز ما و دستگاه عصبی ما اینه که ما داریم بی حرکت میشیم، توانایی خودمون رو داریم از دست میدیم. برای همین و چون همه اینا مرتبطن با فضای تراما و ما هدفمونه که خودمون رو تا حد ممکن از فضای تراما بیاریم بیرون، یک سری تمرینات این اهمیت پیدا میکنه. این تمرینات برای اینه که ما بتونیم در واقع به بدنمون حد یادآوری بکنیم که من الان در اختیارم، کنترل دارم و این بدن منه و میتونه که حرکت کنه. حالا شاید از نظر منطقی باز همون شرایط بیرونی و همونجاست، ولی برای بدن ما از طریق ما اینا طبق تحقیقات ما میدونیم که حتی اگر در شرایطی باشیم که هنوز ما مثلا شرایط درستی نداریم، ولی این تمرینات رو وقتی انجام میدیم مغز ما هنوز داره این پیغام بهش داده میشه که ما قابلیت حرکت داریم و میتونیم که در واقع استرابمون رو کاهش بدیم. این تمرینات هم مانند حرکات کششی بدنتون کشیدن، تمرینات تعادلی، ورزش، رقص، و هر موقعی که ما بتونیم باید در این در چنین شرایطی باید بتونیم که به بدنمون بپردازیم، تمرینات این تمرینات رو انجام بدیم و بدنمون رو ماساژ بدیم خودمون و بتونیم که در واقع حالا به در مورد تمرینات تعادلی بیشتر براتون توضیح میدم و حتی بعضی موقع شروع کنیم تپ کردن، ضربه زدن روی بدن. این تمرینات باعث میشه که ما احساس بکنیم که هستیم، در واقع بدنمون این پیغام رو میتونه دریافت کنه که در امنیت هست. وقتی که در اون شرایط همونطوری که فکر کنم رضا جان هم فرمودن، وقتی که توی شرایطی هستیم که در زندانیم، در انفرادی هستیم، معنا دادن به اتفاقها خیلی دشوار میشه. یعنی اینکه ما شاید بتونیم یه رفعه به خودمون بیان ببینیم که اصلا نمیدونیم اینجا داریم چیکار میکنیم، برای چی خودم رو تو این موقعیت گذاشتم، بعد الان چه اتفاقی داره برای من میفته، و اهمیت پیدا میکنه که ما بتونیم که در واقع اینجا از همون طبق اون تمرینایی که قبلا انجام دادیم و باورهامون رو نوشتیم، در واقع اهدافمون رو نوشتیم، بتونیم که مجددا اونها رو همینطور با خودمون مرور بکنیم و یادآوری بکنیم که ما چرا اینجاییم و به اتفاقهایی که داره در طول روز برامون میفته بتونیم یک معنایی بدیم، برای خودمون مرورش بکنیم، بدونیم که الان من اینجام، داره چه اتفاق میفته، و شروع کنیم به معنا دادن به اون اتفاق. یه کمی بیشتر در چند اسلاید بعدی توضیح بده. وقتی که تراما اتفاق میفته و ما در همچین شرایطی هستیم، ذهن گسستگی ذهن به وجود میاد، یعنی ذهن ما یک پارچگیش از دست میده، افکار پراکنده ای داریم، نمیتونیم چیزها رو کنار هم دیگه قرار بدیم، اتفاقها رو، و برای همین احتیاج پیدا میکنیم که یک سری در واقع این بخش، اون بخش اینسولاست که داره آسیب دیده و بخش دیگه از بدنمون که بهش میگن فاشیا، و ما باید به اینا بتونیم در واقع بتونیم کمک بگیریم که، یعنی در واقع با یک سری تکنیک هایی بتونیم که در فعالیت اینا رو بهبود پیدا کنه و بتونیم که در واقع اون یک پارچگی رو در ذهنمون و جسممون به وجود بیاریم. اینجا به اشاره کردم به فاشیا، من نمیدونم چقدر باش آشنا هستین. اون دیدین گوشت میبرین، یه لایه سفید نازکی هستش که روی گوشت رو گرفته، به اون میگن فاشیا در واقع، و این تو بدن ما، تمام بدن ما رو پوشونده مثل یک تار عنکبوت، و یکی از کارهایی که میکنه اینه که وقتی که به یه بخشی از در واقع این حس یک پارچگی رو در بدن ما ایجاد میکنه، مثلا اگر من پای راستم مثلا ضربه بخوره و نتونم درست وزنمو بذارم روش، این پیغام به تمام بدن ما انتقال پیدا میکنه از طریق فاشیا و به پای چپم، به بعد دست و بقیه اعضای بدنم، که همگی یک پارچه بشن، در واقع اتحاد پیدا کنن، برای اینکه من بتونم وزنمو و تعادلمو نگه دارم با اینکه پام آسیب دیده، بتونم مثلا وزنمو بیارم روی اینکه پام یکم حفظ تعادلمو داشته باشم. کارش یکی از همین کاری هستش، اون یک پارچگی. برای همین تمرین
تکنیک های تعادلی میتونه که وقتی تکنیک تعادلی هم حالا پیچیدش نمیخوام بکنم، اینه که مثلا روی پامون بیستیم، یک پامون رو بیاریم بالا و چند ثانیه سعی کنیم که وزنمون تعادلمون رو نگه داریم. این کار باعث میشه که در واقع در بدن ما اتفاقی که میفته این که ما فاشیا شروع میکنه همه اعضای بدن ما رو یک پارچه کرده و این روی ذهن ما هم تاثیر میذاره، باعث میشه که ذهن ما هم اون حس یک پارچگی رو بتونه تجربه بکنه. برای همینه که شاید دیده باشین مثلا تو این تکنیک های یوگا و اینا خیلی از تمرین های مثلا تعادلی استفاده میکنه. موضوع دیگه ای هم که هستش اینه که طبیعتاً فردی که بازداشت میشه خیلی به نزدیکانش و کسانی که دوست داره و مرد کلن جامعه و اتفاقات خارج از زندان فکر میکنه و نگران میتونه، نگران هست قطعاً نسبت به سلامت عزیزانش و کسانی که خارج از زندان هست. یکی از راههایی که خب این مسلماً بسیار استرابزاست و حال خیلی ها رو اینطوری که با تجربه من بوده با کسانی که صحبت کردم بسیار تحت تاثیر قرار میده و یکی از راهکارهایی که میشه تا یه حدی انجامش داد اینه که با خودمون یه قراری بذاریم. اون قرارم اینه که به خودمون اطمینان بدیم که شاید نزدیکانم خارج از زندان استراب دارن، نگران منم، ولی سالمم، اتفاقی براشون نیفتاده و هرچندم که شاید همونطور که رضا جانم گفتن بازجو بیاد و بگه که نه مثلا الان دارم این بلا رو سر پدرت در میارم، نمیدارم خواهرت اونجاست، نمیدارم این کار رو دارم انجام میدم، باز هم اینا رو باید بتونیم قرار بذاریم که ما اینا رو قرار نیست باور کنیم، اینا همش دروغه و من نباید اینا رو باور کنم، من اینا همونطور دوباره خودم میتونم مرورش کنم. وقتی که ما در زندان هستیم به صورت کل دیگه در انفرادی بسیار به شدت بدتر، بدن در واقع در یک شرایط انزوا و طرد شدگی قرار میگیره. بدن ما، دستگاه عصبی ما طوری طراحی شده که در واقع ما معاشرت باید بکنیم، ما باید در اجتماع باشیم، باید با آدم ها رفت آمد داشته باشیم، این باعث سلامت ما میشه، حفظ سلامت روان ما میشه، اگر نباشه واقعا فاجعه است. یعنی برای همینه که همونطوری که همتون هم میدونین انفرادی به معنی شکنگونه محسوب میشه. برای اینکه ما بتونیم که حالا تا حد ممکن بتونیم که یکم با این مسئله رو به رو بشیم، باید از هر امکانی بتونیم استفاده کنیم برای اینکه یه ارتباطی با یه چیزی داشته باشیم. حالا اگه میتونیم بزنیم رو دیوار زندان که مثلا از طریق سی پیغامی با هم با کسان دیگه در ارتباط باشیم، همون که ما میدونیم یه کسی اونجاست که هم داره تجربه مانند من رو داره میتونه برای ذهن ما کمک کننده باشه. نوشتن اگر امکانش هست، در خیلی از موارد نیست چون کتاب نمیدن، خودکار و قلم کاغذ نمیدن، ولی اگر بود بتونیم بنویسیم، بتونیم اتفاقاتمون بنویسیم، بتونیم برای خودمون یک داستانی داشته باشیم، یک معنایی بدیم به این اتفاقا. و در واقع یکی از کارهایی که کسانی که باشون چند وقت پیش صحبت میکردم میگفتن که من نوشتهای روی دیوار رو تقسیم کردم به بخشای کوچیک و هر روز شروع میکردم و یک بخشی از این رو میخوندم. همین که ما میدونیم که یک کسی اینجا بوده و یه ارتباطی در واقع داریم غیر مستقیم باش برقرار میکنیم، همه اینها میتونه که به ما تا یه حدی کمک بکنه، نه کامل ولی تا یه حدی. وقتی که ما تجربه تراما داریم در هر صورت، یعنی هر نوع ترامایی، احساساتی مثل خشم، ترس، گناه و شرم همراهش میاد و ما باید اینا رو بدونیم که اینا بخشی از تراما هستن، جدا از اون نیستن و همین میتونه کمک کننده باشه. یعنی من بدونم که اگه الان من این احساس شدید گناه رو دارم، این به خاطر این ترامایی که دارم و تا حدی که میتونم وقتی که آگاهم نسبت به شاید بتونم که خودم رو ازش تا یه حدی جدا بکنم. حالا شاید برای خیلی سوال پیش بیاد که مثلا چرا باید کسی احساس گناه داشته باشه وقتی که یا شرم داشته باشه وقتی که
مثلا تازه مورد آسیب قرار گرفته. ولی به هر حال تراما اینه، تراما همراه این حس ها میادش. حالا دلایلش خیلی پیچیده است، فکر یعنی طولانیه و فکر میکنم یه بحث دیگه است در یک موقعیت دیگه ای اگر پیش اومد حتما اینا رو توضیح. ما باید وقتی که در واقع در یک شرایطی هستیم، در بازداشت هستیم، در زندان هستیم، در انفرادی هستیم، چون نمیدونیم که در واقع تو این فضای بسته چقدر قراره بمونیم و زمانش چه در چه زمانی تموم میشه، تحمل زمان کلاً برای فرد دشوار خواهد شد. و برای همین خیلی مهمه که ما بتونیم در واقع شاید یک شکافهایی و یک فواصل معناداری برای خودمون ایجاد بکنیم. خیلی از کسانی که در انفرادی هستن حتی شاید ندونن اصلا گذره زمان رو نفهمن کی هست. برای همین با یک سری کارهایی ما باید بتونیم که یک زمانهایی رو برای خودمون ایجاد کنیم، یک سری کار معنادار. برای مثال همین چیزهایی که توضیح دادم، مثلا برای خودم بگم که اوکی الان اینو میخونم، یا الان روی این دیوار مثلا این نوشته رو بهش میپردازم، یا یه کم دیگه این ورزش رو، این ورزش ها و این تمرین ها رو انجام بدم، چند دقیقه دیگه بعدش مثلا یه موقعی فلان کار رو انجام بدم، بتونم که تا اونجایی که میتونم یک زمانی برای خودم برای کارهام به وجود بیارم و بتونم که در واقع کمک کنم که این بی زمانی رو بتونم میزان آسیبش رو کم بکنم. بعضی از توصیه میکنن که افزایش ساعت خواب میتونه کمک بکنه خیلی زیاد. من اینو چندین بار شنیدم از کسانی که در حبس بودن. و به هر حال ما هر کسی هر کاری داره تو این دنیا انجام میده در هر شرایطی هست، ما ذهنمون احتیاج داره که هر از گاهی استراحتی بکنه. برای همین لازمه که بتونیم برای خودمون یک سری زمانهایی رو بذاریم که این تمرینات مثلا ورزشی رو، مراقبه و خوندن و نوشتن و کارا رو انجام بدیم، و یا برای خودمون حتی اگر هم شرایط شده در ذهن خودمون بتونیم که یک فعالیت‌های معناداری انجام بدیم، مثل همون بازی‌های فردی که رضا جان هم بود. حالا بیایم بپردازیم به اینی که پس از آزادی چه اتفاقی میفته. آقای دکتر بسل وندر کولک در یه تحقیقی کردن، اون هم بودش که در زمان بعد از اینکه جنگ ویتنام بود، سربازایی که برگشتن از جنگ و در واقع PTSD داشتن، اومدن بهشون یه تست روشاخ از این کارت هاست که احتمالا دیدین، شکلهای مختلفه و به اون فرد میدن و میگن که توی این شکل کی میبینی، و این شکل‌ها رو نشون میدادن و دیدن که تمام کسانی که تجربه یعنی آقا PTSD داشتن و سربازان جنگ بودن، برمیگشتن یه چیزهایی به خصوص رو میگفتن. میگفتن مثلا سر متلاشی شده دوستم میدن، فریاد زدن مثلا بچه ها رو میشنیدن، دست و پا و دل رو بوده، یعنی چیزهایی که در واقع تجربه کرده بودن رو تو این شکل میدیدن، و یا میگفتن هیچی نمیبینن. این نتیجه گیری که از این تحقیق کردن این بودش که در واقع فردی که تراما داشته، همه چیزش درباره اون تراما میشه، یعنی هر وری رو تو این دنیا نگاه میکنه داره تراما رو میبینه، و یا هیچی نمیبینه، یا اونه یا هیچی. و این یه در واقع نشون میده که تاثیر تراما میتونه چقدر زندگی یک فردی رو تغییر بده. حالا ما کسانی رو داریم که از زندان اومدن بیرون و تجربه شدید تروما داشتن، نه یه بار نه دو بار، همینطور پشت سر هم مورد آسیب قرار گرفتن و اومدن، و بعضیا شاید فکر کنن که خب به هر حال دیگه آزاد شده، حالش خوبه دیگه، بعد خوب شده دیگه، میدونین مثلا دیگه راحت شد، ولی اینطوری نیست. خیلی از کسانی که از این شرایط میان بیرون تروما رو دارن همراه خودشون میارن و هر روز دارن تجربهش میکنن. برای همین رسیدگی به سلامت روان پس از آزادی بسیار بسیار اهمیت داره. یا اونه یا همه جا تروماست یا هیچی، اصلا مثلا به طرف مثلا احساس میکنه نیست، اصلا حضور نداره، نمیدونم احساسی نداره، نمیتونه خودش اصلا ابراز کنه، بیان کنه، و اینا همه متاسفانه تاثیرات تروما است. برای همین وقتی که برای به خودمون کمک کنیم و حال روانی خودمون رو بهبود بدیم،
حتما باید مراجعه رو روانپزشک داشته باشیم. پزشک که جای خودش رو داره، روانپزشک برای ارزیابی سلامت روان اگر نیاز باشه دارو درمانی رو باید شروع بکنیم. روان درمانی قطعا باید بخشی از پروسه مسیر بهبودمون باشه. درسته بعضی شاید بگن نه من چیزی نیست، من خودم از پسش برمیام، باز هم لازمه که ما اینو انجام بدیم، چون که خیلی مسائل ما داریم با ذهنمون میخوایم کار بکنیم. ذهن ما بسیار پیچیده است، بخش ناخودآگاه داره، خیلی شو خودمون در دسترسمون نیست، متوجهش نیستیم. این همه آدم تحقیق کردن، روش های مختلف رو ایجاد کردن، سالها زحمت کشیدن، برای همین اینا چیزهایی که ما میدونیم که کار میکنه در حد خوبی، برای همین حتما باید به اینا رسیدگی بشه. شرکت در گروه درمانی و کارگاه های متمرکز با تروما بسیار کمک کننده است. معاشرت با نزدیکان، کسانی که تروما دارن دلشون نمیخواد معاشرت کنن، ترجیح میدن که با خودشون تنها باشن و منزوی میشن. برای همین مهمه که کم کم بتونن این افراد خودشون رو با بقیه نزدیک بکنن، یه معاشرت های نزدیکی داشته باشن، در یک حتی شده آنلاین، مثلا دلشون هم نمیخواد وارد گروهی بشن، وارد کارگاهی بشن، بتونن از اون طریق باز هم یه ارتباطی با دنیای بیرون داشته باشن. و فعالیت های ورزشی که قطعا دیگه میدونیم که باعث افزایش سروتونین و داستانه دیگه میشه که به بهبود ما کمک میکنه و میتونه که همون هورمون هایی که در واقع همون اتفاقاتی که ببخشید در با قرص های ضد افسردگی میفته با ورزش هم داشته باشیم. هرچند که تحقیقات نشون دادن که ورزش در ابتدا کمک میکنه، ولی نهایتا در طولانی مدت کافی نیست برای اینکه بتونه یک کسی رو از اون حال اضطراب افسردگی بیاره بیرون. از همه مهمتر اینه که نقص دیگرانه، که وقتی که یک فردی آزاد میشه بقیه باید چی کار بکنه. یعنی چون خود اون فرد در حالت مناسبی نیستش که خیلی بتونه به خودش برسه، برای همین اهمیت داره که بقیه بتونن که به اون فرد رسیدگی بکنن. از همه مهمتر محبت و عشق، یعنی یک فردی اون تا باشه اونجا، حضور داشته باشه، حتی اگر یک نفره، که بتونه بیاد بگه که دست اون فرد آسیب دیده رو بگیره، بشینه کنارش و بگه که من اینجا هستم و مواظبتم و حواسم بهت هست، و بدون قضاوت که الان چرا این داره این کارا رو میکنه، چرا این مثلا اینطوری رفتار میکنه، و یا اینکه بهش امر و نهی کنه که مثلا الان تو چرا نرفتی این کارو بکنی، بعد بری مثلا ورزش کنی، بری این کارو، بدون این حرفا بتونه که کنارش باشه و بهش کمک کنه که آروم آروم در مسیر اون درمانیش حرکت بکنه و اون فرد بدونه که این هست. خود این 50% درمان به نظر من اتفاق افتاده، چون متاسفانه خیلی از ما که این همچین فردی رو نداریم. برای همین شاید وقتی که آگاه باشیم که این نیاز وجود داره، بتونیم به همدیگه حتی اگر اقوام نزدیک هم نیستیم به یه نحوهی کمک بکنیم و تلاش هم بکنیم که فضای امن به وجود بیاریم و در واقع عوامل استرس رو تا حد ممکن کم برای اون فرد. خیلی ممنون. حالا ما فقط میخوام بگم که ما داریم همونطور که میدونین داریم تلاش میکنیم که میزان آسیب رو کم کنیم. خیلی از این کارها دشواره و وقتی که در شرایطش قرار میگیریم شاید به نظرمون غیر ممکن بیاد، ولی اگر بتونیم که خودمون رو آماده بکنیم از نظر روانی قطعا میتونه که کمک بکنه. خیلی ممنون و امیدوارم که براتون کمک کنه. ممنونم دارا جان، خیلی خیلی من استفاده کردم، حدثم اینه که دوستانم همینطور. من چند تا سوال توی در واقع سوشال میدیا دریافت کردم، ولی اینجا هم یکی از دوستان یه چیزی نوشتن که باز من متوجه منظورشون نمیشم. در واقع من فکر میکنم که منظور علی این هستش که آیا فکر کردن به این اتفاقاتی که ممکنه بیفته خودش میتونه باعث تروما بشه یا خیر. قطعا این افکار راحتی نیست،
یعنی اینی که من بشینم در مورد بدترین حالتهایی که میتونه برام پیش بیاد فکر کنم بسیار میتونه استرابزا بشه. ولی من دارم خودم رو در یک شرایطی میخوام قرار بدم که این احتمالات وجود داره و میتونه حتی بدتر از این اتفاقات بیفته. برای همین با این که استرابزاست، با این که ناراحت کننده است و ترسناکه، ولی من تصمیمم گرفتم میخوام خودم رو در این شرایط قرار بدم. برای همین مهمه که بتونم بهش فکر کنم. و تراما خودش الزاماً تراما نیست، ولی اون ترس رو و اون در واقع حال رو میتونه ایجاد بکنه. همین شنیدن حتی مسائلی که امروز داره تو این جلسه مطرح میشه خودش استرابزاست. برای همین ولی مهمه که بدونیمشون. درسته. یکی از دوستان پرسیدن که آیا تروما درمان شدنیه، یعنی با توجه به سابقه کاری که دارید آیا میشه این رو گفت که تروما با یه پروسه‌ای در نهایت بعد از سالیان درمان میشه، ما میتونیم بگیم درمان شده؟ جواب بعضی ها در بعضی از افراد میتونن به یک جایی برسن که در واقع در زمان طولانی که میتونن بیان بگن که با اطمینان بگن که اوکی من این تراما رو حل کردم. ولی من نظر من رو میخواین، من فکر میکنم که بعضی از این زخم ها اینقدر عمیقن که الزاماً حل نمیشن، ولی میتونیم تا حد خیلی خوبی مدیریتش کنیم و بتونیم اون سیمتوماشو کم کنیم و کاهش بدیم و بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم و بدونیم که در واقع یک زندگی دیگه جلومون هست و میتونیمش بپردازیم. هر از گاهی هم اونا رو تجربه بکنیم، اگر چیگر بشیم، اگر یادمون بیفته، ولی نه به اون شدت گذشته که یه دفعه بیاد و اصلا کلاً منو آشفته کنه برای مدت طولانی و زندگیمو مختل کنه. میتونیم مدیریتش کنیم راحت‌تر، میتونیم راحت‌تر ازش عبور. ما 4 تا سوال دیگه داریم رضا جان، وقت داریم 10 دقیقه وقت داریم. شما عجله‌ای داریم؟ نه من عجله‌ای ندارم و فکر می‌کنم هنوز زمان هست. بخش اداره از هنوز زمان داریم کمی. سوال دیگه این پرسیدن که الان شکنجه در واقع حالا با اون شدتی که ما فکر میکنیم توی فیلم ها میبینیم و اینا ممکنه نباشه و بیشتر هم ذهنی هستش و از حالا بنا به تجربه‌ای که در خیزش شدن زندگی آزادی بود از لحظه یه دستگیری هم شروع میشه با انواع اقسام آزارهای جسمی و اما بیشتر روانی که توی بازداشتگاه هم ادامه پیدا میکنه. چیزی که گزارش میدن این هستش که بیشتر در واقع امید بازجو همین هست که با فشار روانی و ذهنی بتونه اطلاعاتی بگیره تا فشار فیزیکی، براشون هزینه بیشتری داره فشار فیزیکی. واقعا ما میتونیم تکنیکایی داشته باشیم که در واقع پیشنهاد داد تمرینای ذهنی داشته باشیم که در مقابل فشار ذهنی قدرت ما رو بیشتر بکنه در اون زمانی که به هر حال همه توضیحایی که شما دادی کنترل بسیار پایینه، کنترل ما روی ذهن و بدن اون کمه. بله، فشارهای شکنجه روانی هم قطعا هستش همچون که فرمودین و تکنیک هایی که ما میتونیم استفاده کنیم، ما کاری که از توانمون از دستمون برمیاد اینه که بتونیم که خودمون رو آماده بکنیم که در اون شرایط بتونیم که در واقع تا حد ممکن تحت تاثیر اون فشارهای روانی قرار نگیریم. و این تکنیک ها از من به نظر من میتونه تا یه حدی کار بکنه، ولی به هر حال ما در اونجایی که هستیم دیگه توی خود جریان قرار داره، میدونیم. برای همین این سیستم بدنی ما و سیستم عصبی ما اصلا شاید کلن بتونه که، یعنی در واقع اون تواناییشو در این مورد از دست بده. ولی بله، این تکنیک ها میتونه کمک کننده باشه، ولی احتیاج داره به تمرین کردن، احتیاج داریم به پرداختن بهشون و وقت بذاریم براشون. من فکر میکنم که تا یه حد خوبی بتونه که تاثیر گذار باشه. شاید باید در دوره بعدی یه وقت خیلی مشخصی فقط برای آموزش تکنیک ها بذاریم اگه شما صلاح میدونید. سوال دیگه که پرسیدن این که شما اول صحبتتون گفتید که تروما یه آسیب خیلی شدید جدی هست که در شرایط اتفاق میفته که ما فرار نمیتونیم بکنیم. این آیا باعث نمیشه که آسیب‌های روانی دیگه ناشی از بازداشت، دستگیری و به صورت کلی تهدید سیستم رو که در ایران مثلا خیلی شهروندان احساس میکنن ما دست کم بگیریم، مثلا
کسی که اینو نوشته میگه من به هر حال اونجا با تو خیابون بازداشت شدم، وحشت کردم، دنبالم کردم و بعد من فرار کردم، ولی این فلشبک و همه اون علائمی که داراجان میگن با من هنوز هستش راجع به اون اتفاق. آیا شما اینم تروما میدونید؟ چقدر جدیش باید بگیریم و غیره؟ تروما یک مسئله فردیه، بله، برای اون شخص میتونه که اون تروما بوده باشه. درسته که فرار کردن و همچنان که گفتم تونستم که فرار بکنم و در الزامن تروما نیست، برای همین کلمه الزامن رو استفاده کردم، چون میتونه برای فردی اتفاقا همون تروما باشه، نه اینکه اون فرد تواناییش کم بوده یا چیزی بوده، ولی شرایط روحی روانی، شرایط اون جایی که بوده و قطعا خیلی هم این تجربه رو داشتن، فقط شما نیستین، اونا میتونه باعث بشه. بالاخره میدونین فقط یک چیز نیست دیگه، خیلی عوامل مختلفه، ولی این یه اتفاق ذهنیه. میدونین شما چون تونستین فرار کنین، ولی ذهنتون در واقع تو همون فضا دوباره میتونه که یعنی بمونه و اون خطر انقدر برایتون، برای سیستمتون ترسناک باشه که بتونه که در واقع همون حال تروما رو به وجود بیاد. این تروما به یک سری عوامل خیلی زیادی بستگی داره. یعنی برای یک کسی یه چیزی میتونه تروما باشه، برای یک کسی دیگه این دوم شدت نباشه. مثلا سن، تاریخچه است، سوابق مثلا آسیبای دیگه است که تو ذهنشون بوده، یعنی برای تو ذهنشون تجربه کردن و موارد دیگه. برای همین نمیشه گفت که حتما این برای یک فردی تروماست یا نیست. یا درسته. یه سوالی دیگه هم هستش که به نظر من سوال مهمی بود، نم این هستش که خب ما میدونیم که زندانیانی که آزاد میشن آسیبای جدی دیدن، متاسفانه چند تا اتفاق خیلی غم انگیزی نواخر افتاد که ما چند تا از بازداشتی‌ها رو از دست دادیم، گاهی اینا خودکشی کردن وقتی که اومدن بیرون. اینو جامعه روانپزشکی چه داخل چه خارج چجوری داره میبینه؟ چه تصمیمی براش داره؟ چه تحلیلی داره از این وضعیت و چه پیشنهاد هشداری داره یا پیشنهادی داره به جامعه راجب این مسئله؟ میکنم همینطور که داشتم یعنی در یکی از این بخش رو گفتم، برای فردی که تو این شرایط بوده و تروما تجربه کرده، وقتی که از این از اون حال از اون فضا میاد بیرون، داره به همراه خودش همون شدت میزان تروما رو داره میاره و داره تجربه میکنه. میدونی مثلا یه تحقیق شده بود که البته این فکر کنم در امریکا بود که روی 200,000 نفر زندانی تحقیق کرده بودن، تعداد زیادی ولی فکر کنم دقیقاً 200,000 نفر بود، و دیدن که کسانی که در انفرادی بودن به نسبت کسانی که در زندان همراه دیگران بودن، 78% احتمال خودکشی در یک سال اول افزایش پیدا کرد. یعنی اصلا یه فاجعه هست اینا، این تأثیراتی که میتونه این اتفاقات داشته باشه، این تروما رو ما داشته باشه. و برای همین خیلی خیلی اهمیت داره که ما بتونیم که اولا بتونیم به اون فردی که داره از زندان میاد بیرون بتونیم واقعا برسیم. من نمیدونم که سیستم چیکار میتونه بکنه در کوره، اصلا در مورد داخل مملکتی هم داریم صحبت میکنیم که اصلا نه بیشتر یک چیزی بیشتر کنش جمعی چه کاری وقتی مثلا پیشنهادی میشه کنش جمعی، کنش های جمعی بهش فکر بکنیم، همراه بکنیم. حس امنیت اون فرد از بین رفته، دنیاش شده تروما. شما برای همین همراه اون فرد بودن، بهش رسیدن، همونی که گفتم که یک کسی باشه که دستشو بگیره، همراهش باشه، احساس کنه که اون زمانی که گذرونده یک معنایی داشته، خود جامعه بتونه که بهش ساپورت بکنن از طریق طرفداری که ازش میکنن، از طریق پیگیری هایی که ازش میکنن، یعنی احساس نکنه که یک چیزی رو از دست داده به خاطر هیچی، احساس کنه که معنادار بوده اون کاری که کرده، و ساپورت، یعنی تا هر کس میتونه باید بتونه ساپورت کنه. ولی ساپورت کردنم خودش یک روشیه، یک راهیه. میدونین بعضیا باید بلد باشین ساپورت، برای همین میگم که مثلا امر و نهی نکنین، فدا نکنین. بسیار عالی. پس ما به نتیجه رسیدیم که شاید توی کارگاه بعدی بیشتر مزاحمتون بشیم، یک راجع به تکنیک های تمرینای ذهنی برای دوره بازجویی و مسئله ساپورت که چه جوری ما باید این کار انجام بدیم و اینو تمرین بکنیم همگی با هم. خیلی ممنونم ازتون. من توی چت اینجا سوالی از شما و خیلی
مرسی خدا خیلی سمیم. ممنون داره. مرسی از وقتی که گذاشتین دارارات عزیز، روان درمانگر و متخصص تروما. رضا جان مایک خدمت شما، بفرمایید. من آخرین کلماتو فقط میخوام بگم و از یکی که عزیزانی که امروز این همه زمان گذاشتن تشکر کنم، چه برگزار کنندگان از جمله خود شما شقایق جان، دارای عزیز، مهناز عزیز، داوود عزیز و هم از همه شما عزیزانی که اومدین و واقعا روز یک شنبه‌تون رو با ما سپری کردین. یه جورایی انتشار اجتماعی این مطالب خیلی مهمه، چون اینکه حالا یه جزوه تعلیف بشه و یه جایی گذاشته بشه، این یه موضوع، اینکه واقعا دیده بشه و آدمایی که بهشون کمک میکنه به درسشون برسه، واقعا نیازمندیه که آدمهایی بیان و وقت بذارن و با این متریال یه مقداری انگیج کنن. ما اولا که فرم در مورد اتفاقا این سوالی که محمد رضا جان توی چت دارن میپرسن، ما یه فرم فیدبک رو الان همین الان خدمت همه شما عزیزان میفرستیم. نحوه دریافت متریال، این که چه بخشایی از ویدیوشون، ویدیو خیلی طولانی خواهد بود، چه بخشایش براتون جذابه یا از جزوه چه میخوان، یا اگر دوست دارین جلسات دیگه ای برگزار بشه، همه اینا توی این فرم ازتون پرسیده شده. شما اگر لطف کنید که این فرم رو پر کنید، بگین چه بخشایی براتون جالب بوده یا اگه میخوان جلسات دیگه ای برگزار بشه تو چه زمینه ای باشه، و اینکه روی چه محتوایی باشه، چه تاریخایی باشه، این خیلی خیلی به ما کمک میکنه. و اینکه یه بخش پیشنهاداتی برای بهتر شدن برگزاری کارگاه هست که تو این حالا میتونین روی موضوعات خاصی که ما فراموش کردیم یا نتونستیم تو این بخش کاور کنیم اونجا هم بنویسین، خیلی خیلی کمک میکنه. من یه عذرخواهی بزرگم به همه بدهکارم به خاطر اینکه ما مجبوریم به خاطر مسائل امنیتی خب ویدیو و میکروفون مخاطبین رو قطع کنیم، چون شما خودتون همه میدونین تو چه وضعیتی هستیم. این خیلی احساس بعدی به خود من میده شخصا، به خاطر اینکه خب آدم احساس میکنه خودش یه جور جمهوری اسلامیه که صدای بقیه رو داره قطع میکنه، ولی از اون ورم واقعا امیدوارم که درک کنین همه شما برای ما واقعا عزیز. فرم یک بار دیگه نظردهی رو میفرستید؟ بله، من این فرم نظردهی رو مجددا میفرستم. فکر کنم این فرم رو البته ما به همه کسایی که ثبت نام کردن هم ایمیل بزنیم که اگر کسایی هم نتونستن شرکت کنن بتونن فرم رو پر کنن که بتونیم جلسات دیگه رو سازماندهی کنیم. بنده دیگه نکته‌ای ندارم، از همه عزیزان تشکر میکنم. ممنونم رضا جان، خسته نباشین. آیا میخواین یه بخش دیگه هم بمونیم برای اینکه دوستان فرمو پر بکنن یا خیر، یا بذاریم به عهده خودشون و ببندیم کارگاه؟ این دیگه صلاح دیده همه عزیزانه. ما میتونیم، من میتونم روی تماس بمونم که اگر کسی سوالی در مورد فرم توی چت داشت بپرسه، ولی اگر عزیزانی ترجیح بدن فرم آفلاین هم پر کنن هم کاملا قابل درک. خیلی ممنون. آره، برای ما فقط خیلی مهمه که اگه ممکنه فرمو پر بکنید، به خاطر اینکه همه ی کیفیت کار ما در کارگاه بعدی بستگی به نظر شما داره. اون چیزی که شما ما بگید و اجرا میکنیم و برای ما خیلی مهمه نظرتون. ممنونم. خسته نباشید همگی، خسته نباشید. برای خود من که خیلی شانس بزرگی بود، دوستان در واقع بهترین ها جمع شده بودن، من خیلی یاد گرفتم. امیدوارم برای بقیه هم اینطور باشه و امیدوارم دفعه بعد بتونیم حتی دقیق تر و مفید تر اونطوری که نظر دوستان داخل هست به خصوص برگزارش بکنیم و انجامش بدیم. خسته نباشید. خدا نگهدارتون. هر زمان راحت هستید میتونید قطع بکنید کالو.